شنوندگان گرامی، درود من و همکاران من رو بپذیرید و خوشحال هستم که مجال دیگری دست می‌دهد و هفته دیگر برنامه دیگر از سری برنامه‌های از سان فرانسیسکو رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. برنامه تلویزیونی از سان فرانسیسکو به طور مستقل تهیه و تولید می‌شود و شامگاه هر آدینه ساعت 5 و بازپخش آن بامداد هر دوشنبه ساعت 6 خواهد بود. طبق روال هر هفته ما گفتگو داریم در این برنامه. این بار دو گفتگو خواهیم داشت که خوشبختانه باز این فرصت پیش آمد که هر دو گفتگو درباره زنان باشه. من همیشه خوشحال میشم وقتی که یک همچنین موضوعی رو دنبال میکنم خودم، و قبل از این که هر صحبتی بکنم و تا فراموشم نشده که به خودم نخواهم بخشید، چند روز پیش یعنی شنبه گذشته زادروز شاعر بزرگ ما، کسی که همگی ما به او افتخار میکنیم و یکی از مفاخر ملی ما هست، خانم بهبهانی رو حضورشون تبریک میگم و فرخنده میدارم و امیدوار هستم که سالهای سال عمرشون طولانی باشه و ما بتونیم این تبریک رو خدمتشون بگیم. به همین مناسبت یک گفتگو خواهم داشت با کسی که بسیار بسیار جالب هست که بدونید، کسی که من نمیدونستم که در شمال کالیفرنیا زندگی میکنن، با سرکار خانم سمینه باغچبان در مورد خانم سیمین بهبهانی صحبت خواهیم کرد. حالا خدمتتون خواهم گفت و به چه دلیل با ایشون در مورد خانم سیمین بهبهانی صحبت. در بخش دیگر برنامه با آقای جعفرزاده، طاهر جعفرزاده از فلورانس صحبت میکنیم در مورد اتفاقاتی که در حاشیه مسابقات لیگ جهانی والیبال اتفاق افتاد و فعالیت ایرانیان در ایتالیا برای اینکه یک رسوایی دیگر رو از جمهوری اسلامی قدید بیاورند، و اون همین بودش که مجبور کردن که مقامات شهر و حتی فدراسیون جهانی فوتبال، ببخشید فدراسیون جهانی والیبال، کار اینها رو تقویت کنه، کاری که جمهوری اسلامی در مورد زنان انجام میده و ممانعت میکنه از حضور زنان در سالن‌های ورزشی و در طول مسابقات لیگ جهانی والیبال که جوانان ما هم درخشش فراوانی از اون داشتن، این اتفاق افتاد و در تهران مانع ورود بانوان زنان ایران به سالن‌های ورزشی شدن، که در این مورد با ایشون صحبت خواهیم کرد. برنامه جالبی داریم، حتما اگر که فرصتی دارید بنشینید و تماشاگر هم باشید. تا به این برنامه ها برسیم ازتون دعوت میکنم یک تأمل کوتاه با هم داشته باشیم و در خدمتتون باشیم. بینندگان گرامی، خدمتون گفتم که این روزها مصادف است با زادروز خانم سیمین بهبهانی، شاعر بزرگ کشور ما، که من همیشه به دوستانم میگم من هرگاه خانم سیمین بهبهانی رو سالها بعد از سالها در شمال کالیفرنیا دیدم و زیارت کردم، همیشه برای من تداعی شدن ایشون به عنوان مام وطن. من همیشه فکر میکنم اگر این افسانه‌ای که ما از مام وطن داریم، مادر میهنمون داریم، اگر به صورت زنده بود و همینجور سلسله مراتب به اشخاص مختلف میرسید، الان حتما مادر وطن ما خانم سیمین بهبهانی بود.
خانم سیمین بهبهانی زنی است که با تحور و بیباکی و دلاوری تمام نقد میکنه جمهوری اسلامی رو به خاطر مظالمش، به خاطر نه اینکه دشمنی خاصی با جمهوری اسلامی داشته باشه. انتقاد او بر این است که مردم را به مردم ظلم میکنه و اشعارشون همه پر از نقد از این رژیم هست. جالب این که جمهوری اسلامی جرأت نمیکنه به ایشون دست بزنه. زندانهای رنگ و وارنگ و گوناگون جمهوری اسلامی بسیار داره، ولی هنوز زندانی به بزرگی قامت سیمین بهبهانی درست نکرده که او رو بتونه محبوس کنه. به هر حال خیلی جالب بود وقتی من شنیدم که خانم سمینه باغچبان در شمال کالیفرنیا هستند، و جالبتر این که شنیدم که در 4 سال گذشته هر سال زادروز خانم بهبهانی رو خانم باغچبان در شهرهای مختلف جشن گرفتن، و همین آخر هفته گذشته در ساکرامنتو و سنتا کروز که محل زندگی خودشون هست جشن گرفته بودن و مراسمی برپا کرده بودن که خودشون هم البته حضور داشتن و سخنرانی کردن. خانم سمینه باغچبان خودشون در سالهای آخر 80 سالگی هستند، ولی باید ببینیدشون. حالا در گفتگوی ما خواهید دید چقدر زیبا، چقدر خوب، چقدر دوست داشتنی و چقدر کلمات رو شمرده و خوب ادا میکنن و چقدر حافظه قوی دارن. اشعار سیمین رو، بسیاری از اشعار سیمین بهبهانی رو از حفظ میخونن و حفظ هستن و بسیاری اشعار دیگه. با این سن و سال هنوز معلم هستن، کلاس فارسی دارن برای طبقات مختلف، کسانی که بچه ها بزرگ سالان در سنتا کروز، و چند شبی در هفته خودشون رو به سر این کلاس ها میرسونن و تدریس میکنن زبان فارسی رو. و روی شتابان، البته با لطف دوستان که این دیدار رو تدارک دیدن، به سنتا کروز رفتم و به حضور ایشون و یک بعد از ظهر بسیار دلانگیز تابستانی رو چند ساعتی با ایشون گذروندم، و فرصت این بود که گفتگویی با هم بکنیم، و ازشون قول گرفتم که در مورد خانواده باغچبان، خانواده باغچبان خودشون تاریخچه ای از فرهنگ و هنر ایران هستن، تاریخ فرهنگ و هنر ایران هستن. اگر این خانواده رو مجموعاً روی هم بگذاریم، من فکر نمی کنم هیچ کسی فرهنگ و ادب ایران اینقدر خدمت کرده باشه. پدر بزرگوار خانم سمینه باغچبان، آقای جبار باغچبان، بنیانگذار و پایگذار سواد آموزی به ناشنوایان بودن با شیوه خاص خودشون که هنوز هم اجرا میشه. خانم سمینه باغچبان همواره در کنار پدر و معلمی و اداره مدرسه ایشون پرداختن. سمینه باغچبان برادر ایشون که موسیقیدان، نویسنده و مترجم، و از کارهایی که من به یاد دارم ترجمه کتابهای عزیز نسین، نویسنده بزرگ ترک، و اولین باغچبان همسر سمین که یکی از بنیانگذاران هنر اپرا در ایران بودن و خودشون خواننده اپرا، و همینطور میشه رفت و در مورد این تاریخچه درخشان زندگی این خانواده صحبت کرد. و در گفتگویی که در مورد خانم سیمین بهبهانی داشتم، گفتم ازشون، یعنی خودشون هم قبول کردن، ازشون اجازه گرفتم که فقط در مورد سیمین بهبهانی صحبت کنیم، و قول ازشون گرفتم که خدمتشون برم و یک صحبت مفصل در مورد خانواده باغچبان با هم داشته باشیم. برای این رو زیاد طولانیش نمی کنم، میگذارم که به گفتگویی که داشتم، نشستی که داشتم، مهمان منزل خانم باغچبان بودم و با هم به گفتگو نشستیم، توجه بفرمایید و در خدمتتون خواهم بود.
خب من بسیار بسیار خوشحال و بسیاری مفتخر هستم که در حضور شما هستم خانم باغچبان، به خاطر اینکه واقعا وقتی کسی بره مطالعه بکنه خانواده باغچبان و خدماتی که به فرهنگ و هنر ایران کردن، این خانواده مجموعاً من به نظر شخص خود من خادم بزرگ کشور ما بودن، هم از نظر فرهنگی هم از نظر هنری، و این افتخار بزرگی است که من در کالیفرنیا در سانتا کروز در منزل با صفای شما در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم، لطف دارید. من باید از شما خواهش کنم که این راه دور و زحمت کشید و من واقعا شرمندم. خواهش میکنم. راستی خواهش میکنم. ببینیم، صحبت کردم با شما و خانواده باغچبان خودش یک داستان دیگریست، ولی شنیدم که شما یک دست به یک کار زیبای دیگر زدین به علاوه بر کارهای بسیار بزرگی که در زندگیتون کردین، و اون این هستش که تولد شاعر بزرگ. من شاعره نمیگم به ایشون به خاطر اینکه جنسیت تعیین میکنه. سیمین بهبهانی شاعر همه ماست، نه تنها شاعر، یک قهرمان ملیه. و شما همه ساله تولد ایشون رو جشن میگیرید. همین دو روز پیش تولد ایشون بود، شما در شهر ساکرامنتو و در سانتا کروز مراسمی داشتید. من کنجکاو شدم که بیام اینجا ازتون این پرسش رو داشته باشم که چرا این کار رو برای سیمین میکنید؟ چرا سیمین بهبهانی و چه ارتباطی بین شما و ایشون هست؟ و شاید هم بپرسید که چرا از 4 سال به این طرف؟ بله. چون من مثل همه ایرانی های دیگه سیمین رو عاشقانه دوست داشتم، شعراش رو میخوندم، همه اینها. ولی 4 سال پیش از دوست عزیزم آقای فریدون متین یک ایمیل بر من فرستادن که اون شعر خواهی نباشم و خواهم بود بود. باور کنید این شعر منو خیلی دگرگون کرد، دگرگون به معنای خوب. اولا اشعار سیمین همه موجب اطلاع و امیدواری آدم هم. و این شعرش که دیگه من اصلا بیقرار شدم، به طوری که با وجود که به اصطلاح اون وزنش برام تازه بود اینقدر خوندم که حفظ شدم، الانم حفظم. و اونجا بود که من تکون خوردم و گفتم که این احساسی که در من به وجود اومده، دلم میخواد این رو سهیم بشم با عزیزانم، با همه ایرانی ها. و فکر کردم چیکار کنم، گل براش بفرستم؟ آخه من چیکار کنم، من اینجام، سیمین عزیزم تهرانه، من چیکار کنم؟ گفتم خب چیکار کنی، یه کاری بکن دیگه، باید به هر حال در هر شرایطی اونطوری که میشه آدم جلو بره. فکر کردم که سال روز تولد سیمین عزیزم رو جشن بگیریم و از این موقعیت استفاده کنیم برای نکوداشت، مثل اینکه این روزا در ایران میگن، تمام هنرمندانمون. یه هنر برتر از گوهر آمد پدید، ولی خودمونیم، گوهر کجا، هنر کجا؟ گوهر اگر در موقعیت خودش بیفته ارزش پیدا میکنه، موجب ثروت میشه، ولی هنر این هنرمنده که مردم رو میسازه و یا خراب میکنه. و سیمین یکی از سازندگان بزرگ ملت ماست. شاعر و شاعر بودن سیمین در حد من نیست که بخوام راجبش صحبت کنم، اون دیگه جای خود داره. ولی اون چی که برای من به عنوان یک انسان، یه زن، یه مادر، یه معلم، یه ایرانی علاقمند و وطن پرست علاقه برای من جالبه،
اون شور و نشاط و امیدی است که سیمین عزیز من در ماها برمی‌انگیزه. بنابراین موجب این فکر شد و در ذهن فکر کردم از همه هنرمندانمون ما باید تشکر کنیم، از نوازنده، از سازنده، از موزیسین، از نقاش، از معمار، از خطاط، از قالیباف، از همه فیلمسازها، از اینها باید تشکر کنیم که موجب این شدن که در این سالها، نه در این سالها، همیشه ملت، هر ملتی در شرایط به اصطلاح مناسب و یا نامناسب نیازمند هنرمند هستن. بنابراین این شب تولد سیمین عزیزم شب بزرگ داشت از همه هنرمندانمونه. خب مسلمان همونطور که شما گفتین سیمین بهبهانی جایگاه به خصوصی داره. بله. اون شعر دوباره میسازم از وطن در واقع یه دستور کار برای همه ما کاملا. و ارتباط شخصی شما با سیمین، چون میدونم که یکی دو سال بیشتر با هم اختلاف سنی ندارید. درسته، ایشون دو سال از من کوچیک‌تره. و میخواستم اینم که از نظر شخصی و احساسی شما با سیمین، علاوه بر این که خب همه ما مخاطب اشعار سیمین هستیم، ولی شما چون هم فکر میکنم همزمان با سیمین در ایران رشد کردید و به کارهای فرهنگیتون ادامه میدادید، همیشه کنجکاو بودم که وقتی شنیدم که خود شما با ایشون چه ارتباط مستقیمی داشتید. با سیمین عزیز من متاسفانه ارتباط نزدیک من 4-5 سال بیشتر نیست که شروع شده. باور کنید در این سفرهایی که میرم ایران و میام، یک موقع من چقدر از نظر خونه نزدیک سیمین بودم، ولی خجالت میکشیدم که تلفن کنم بگم سیمین جان من بیام شما رو ببینم، برای اینکه فکر میکردم اینقدر متقاضی دیدار زیاده که من خجالت میکشیدم. تا اینکه این برنامه خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد، تا گوت هست میان دارم، دور از کنار نخواهم شد، یک دشت شعر و سخن دارم، حال از هوای وطن دارم، چابک غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد. این غزلش اصلا یکی از زیباترین غزل‌های، یعنی تکان دهنده ترین برای من بوده. دیگه اون موقع طاقت نیاوردم و سفری که رفتم ایران تلفن کردم گفتم سیمین خانم عزیز من میخوام شما رو ببینم، و البته به اندازه سیمین در این موقعیت والایی که داره اینقدر فروتن، اینقدر با محبت، اصلا قابل تصور نیست که این سیمین چقدر متواضعه. بله، فواره چون بلند شود سرنگون شود. باری رفتم و دیدم و اشیر منو خیلی محبت کردن، یه بسی که یه عشقی بوده بین ماها که در اولین دیدار ما این نهال سبز شد، درخت شد، شکوفه داد، میوه داد و ما به هم رسیدیم. اما سیمین عزیزم میگه که من میومدم مدرسه شما و با برادر من سمین همبازی بودن، اما خود من چطوری با خانواده سیمین، با خانوم مادر عزیزشون آقای خلعتبری، پدری قانون، با پدر من شاعر بودن، با پدر من جودن، و پدر من از بچگی، من خیلی حرف شنو بودم، حالا خیلی حرف شنو، دست من میگرفتن و میبردن مجمع شعرا. من خیلی باور کنید کوچیک بودم، میرفتم میشستم و دور تا دور، اینجا منزل آقای، یکی از اینا منزل آقای خلعتبری، منزل مادر سیمین بود، دور تا دور اتاق صندلی گذاشته بودن، آقایون نشسته بودن، منم اونجا بودم، و وقتی میدیدم که برای همه که چای میبرن جلو منم چای میگیرن، من خیلی اظهار افتخار میکردم. اونجا بود که من مادر عزیز سیمین رو دیدم، قد بالا، چشمان باهوش و مشکی و زیبا،
موهای مشکی و بلند و صورت مهربون. من خاطره‌ای که از مادر سیمین دارم به اون موقع برمیگرده و اون عشق تو دل من بود که الان میخوام بهتون بگم. الان یک ماه و نیم پیش از این که من تولد سیمین عزیزم بشه، من کتابایش این، البته این افتخار میکنم که این رو سیمین برای من امضا کرده. این سیمین برای من امضا کرده. تقدیم به دوست فاضل و نازنینم سرکار خانم سمینه باغچبان. با عشق و احترام. بنابراین من از اونجا الان، ولی با وجود که مدت کمه، من که حالم معلومه به حق، ولی سیمین هم بی نهایت به من لطف داره. پریشبا با سیمین و عزیزم میخواستم با علی پسر نازنینشون صحبت کنم و مزاحم سیمین نشم و گفتم سلام برسون و بگو که در کجاها الان جشن ایشون هست اینا. گفتم بیدارشون نکن. گفتم بیدار شدن و ما 11 دقیقه، یعنی برای من هر دقیقه که هیچ، هر ثانیهش ارزنده است، با هم صحبت کردیم. بهشون گفتم که الان تولد شما که امسال 4 سالشه در کانادا، در امریکا در 4-5 جا مفصلن جشن است، در سیدنی، در استرالیا در 3 جا جشن هست، کتابخانه ایرانیان اونجا، خانم مهربان مرزبانی و خانم اینها در سیدنی هستن، و در خود کمبرا نه تنها آقای فریدون و مینا اطمینان برنامه دارن، بلکه تو این برنامه ممکنه امید عزیزم، دختر نازنین سیمینم باشه، چون که الان در اونجا مشغول تدریسم که رفته بودم پیش مادر عزیز و الان برگشتم، و در اروپا و در ایران، در ایران، در تهران دوستان بسیاری، در اصفهان خانم نفیسه نفیسی از با همکاری خانم‌های رنگی کمان سفید جشن بزرگی دارن، در تبریز ایشون جشنشون گرفته میشه و قراره که ماریا دختر کوچیک از طرف همه کودکان ایران برای خانم سیمین بهبهانی پیامی بفرستن و یه نقاشی خیلی خوبی براشون بفرستن. بنابراین الان که سال 4 خوشبختانه لااقل نسبت به پارسال ما 2 برابر شدیم و امیدوارم هر سال بیشتر بشیم. یک شب دور هم جمع شیم برای شعرهای سیمین عزیزم بخونیم، شعرهای شاعرهای دیگر بخونیم، راجع به کتابای ایرانی که نوشته شده، راجع به فیلمهایی که ایرانی هامون درست کردن، راجع به نوازندگانمون، راجع به گروه‌های جدید ناظری و شجریان، اینهایی که این همه دارن فعالیت میکنن، چه نقاشهایی ما داریم عجیب، راجع به اینها صحبت کنیم. هدف من این بوده. بسیار هدف والایی است و من میخواستم شما، چون خب بالاخره تاریخ رو گذروندین و با بسیاری از اینها هم دوره و هم دم بودید، ما شاعران بزرگی، حالا باز من نمیخوام که جنسیت رو بیارم، ولی خب بالاخره زنان ایران، شاعرایی که در تاریخمون داشتیم کسانی بودن که واقعا بی‌نظیر بودن، قرة‌العین، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، عالم‌تاج، اینا. چرا شما سیمین رو یکم متمایز میکنید؟ اولا که هم دوره هستیم و اونها هیچ کدوم فرصت این که یک دیوانیه، الان 3-4 برابر این هست کتاب و کتاب، هر شعرشی که شما میخونید اتفاقا مال همه شاعرهای زنمون، همشون همطور، فروغ و فرخزاد هم به همچنین، ولی اونطوری که این خودش رو درگیر کرده نکرده. و شهامت شیرین سیمین بیرو درواسی تو چشم اینا نگاه میکنه، میگه صورتک بر چهره بس دید و
شما رو من میشناسم. روی پنهان کرده اید اما صدا را میشناسم. باورم را آشنایی نیست با گفتار لبها. من زبان ساکت اندیشه ها رو میشناسم. یعنی راه فرار برای هیچ کس نمیذاره و هیچ هم خود پن... اینه میگه مکنه شما رو میشناسم که اله کردیم بله کردیم بله کردیم، ولی مگر خودش پنهان میکنه؟ نه خیر. میگه گردآفرید چرا باشم، گیسو به حیله چرا پوشم، من آن زنم که به نامردی سوی حصار نخواهم شد. پنهان نمیکنه خودشو. بعد برمگرده میگه که تیری که چشم مرا خسته است بر کشتنم به خطا جسته است، بر پشت زین ننهادم سر، اسفندیار نخواهم شد. یعنی با یک همچین رک و صاف، یعنی اینقدر بیباک جان خودش رو این درد رو هر جا که صحبت میکنه میگه که ای زن، ای من، یعنی خود شونه رو نمیندازه، کار رو نمیندازه، نه، میگه ای زن، ای من. خلاصه من یه چیزایی نوشتم و بعد در این حال که سیمین این همه غضبناکه، اونجایی که میگه دیار روشنم، ای دیار روشنم، آب میبندند بر گنجینه های افتخارت، اینها رو میگه غضبناکه، ولی در این حال هیچ پاشو متفکره، اندیشمنده، خیلی اندیشمنده، خیلی بزرگواره. تک سیمین برای اینکه در عین اینکه اینقدر شهامت و مردانگی داره نمیترسه، میگه من شما رو میشناسم، و در این حال قاطی نمیکنه مسائل رو، میگه شما هم مسئول نیستید، شما هم در این شرایط اینطور شدید، و رحم و شفقت مادری سیمین بی نظیره. در غزل گرشوله های خشم وطن زین بیشتر شود، که شرح میده یکی 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 یکی، بعد میگه نفرین من مباد تو را، زان رو که در مقام رضا دشمن چو دردمند شود خاطر مرا نژند شود. در این مورد عشق و اینها آقای فریدون مشیری هست که عشقش همه گیره، باز میشماره 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 مسائل و بعد میگه آن که رسوا خواست ما را پیش کس رسوا مباد، وان که تنها خواست ما را هرگزش تنها مباد، آن که شمع بزم ما را با دم نیرنگ کشت محفلش یارب دمی بی شمع شب فرسا مباد. یعنی مسئله رو قاطی نمی کنه، برای اینکه میدونه که در این شرایط یک عده فریب خوردن یا شاید هم خودفروشی کردن، نمیدونم. چقدر این شعر سیمین قشنگه. یک شعر داره به اسم بفهمید نمیشه که صحبت شما رو قد کشم. یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم، یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم، یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی سادگی جان دلارای غزل خشم شکیبای زنم، از جای برخیزم اگر پرسایم بیدبنم،
بر خاک بنشینم اگر فرش ظریف چمنم. بر ریشم تیشه مزن، حیف است افتادن من مادره. بر ریشم تیشه مزن، حیف است افتادن من در خشکساران شما. سبزم، بلوطم، کهنم. ای جملگی دشمن من، جز حق چه گفتم به سخن؟ پاداش دشمن شما رو ولی آهی به نفرین نزنم. فحشم میدید ولی من نفرین تو نمی کنم. انگار من زادم اتان، انگار من زادم اتان ماری که نیشم بزند. من جز مدارا چه کنم با پاره جان تنم؟ که این تیکر رو نوشتن و تو اتاقشون هم زدن. خلاصه صحبت زیاد، من کوتاه میکنم. اصلا واقعا صحبت کردم با شما همین جوری آدم رو میبره و هیچ وقت خسته نمیشه. ولی ازتون سپاسگزارم و فقط میخوام اینجا ازتون یه قولی بگیرم. این هر چند دقیقه بود به حق به سیمین اختصاص داریم، ولی خود شما داستان دیگری هستی، خانواده باغچبان، سمینه باغچبان که به نمایندگی از این خانواده صحبت خواهد کرد، داستان دیگری. من بخواستم این افتخار رو بدین و این پیمان رو با هم ببندیم که یک روزی بیام راجع به خودتون و خانواده باغچبان صحبت کنیم اگر اجازه بدید. شما لطف دارید و خیلی هم خوشحال میشم. به هر حال داستان زندگی باغچبان ها هم شاید شنیدنی باشه. بسیار شنیدنی است، بسیار شنیدنی. فقط اینو بگم که من زندگی نامه رو نوشتم از بعد به تولدم تا یک پنج شیش سال پیش به اسم در صدف خیش. در این به این مناسبت این انتخاب کردم. میگه زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. برای همه مذهب زنده دلان خواب و پریشانی نیست، از همین خاک جهان دگری ساختن است. دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش. مرسی عزیزم سیمین. سیمین مرسی از شما. خیلی سپاسگزار از شما و واقعا این محبت کردین که اجازه دادین من در حضورتون باشم. خیلی خوشحالم که شما اومدید. خیلی سپاسگزارم و امیدوار هستم که همه شما این احساس رو کرده باشین. واقعا من از خودم بی خود بودم در حضور ایشون و با امید دیدار بیشتر ایشون تا و عمر طولانی براشون. خیلی ممنون. مرسی. بینندگان گرامی، سال هاست که زنان ایران اجازه حضور در استادیوم‌های ورزشی رو ندارد. اگر توجه بفرمایید در مسابقات بزرگ ورزشی، همین مسابقات جام جهانی، وقتی تیم آلمان برنده جام شد، بازیکنان اولین کسانی رو که به آغوش کشیدن بچه های خودشون، خانومشون بود و احتمالا خواهر، دوست دختر و کسانی که به استادیوم آمده بودن برای دیدن بازی نهایی. ولی زنان ما از تمام این مواهب، این موهبت محروم هستند و نمی توانند به استادیوم های ورزشی برن. فرزندانشون، همسرشون، دوست پسرشون، هر کسی که هست، برادرشون رو ببینن که بازی میکنه و تشویق کنن. و اتفاق جالبی که افتاد، همه شما اطلاع دارید که در هفته گذشته بازی‌های لیگ جهانی والیبال در کشور ایتالیا در فلورانس برگزار شد و در بازی‌های رفت و برگشتی که بود، تیم برزیل به تهران رفت و در استادیوم آزادی بازی
برگشت رو فکر میکنم انجام بدم. در این روز طبق معمول زنان برزیلی و برزیلی ها و مردان ایرانی رو به استادیوم ها راه دادن و وقتی نوبت خانم ها رسید از ورود اونها ممانعت شد و به همین دلیل تظاهراتی در تهران شد و عده‌ای دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. این موضوع باعث شد که در ایتالیا عده‌ای از ایرانیان به مقامات فدراسیون جهانی والیبال مراجعه کنند و مدارکی ارائه بدن که زنها نمی توانند در استادیوم ها شرکت کنند. در ایران هم نتوانستن بخشی از این بازی های این لیگ رو ببینند، یعنی اصلا ندیدن در استادیوم. و یکی از ایرانیانی که کوشش بسیار کرد و اعضای انجمن شهر فلورانس رو مجبور کرد که یک تقبیح نامه برای جمهوری اسلامی بنویسن و به طور رسمی کار جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار بدن و مورد تقبیح قرار بدن، آقای جعفرزاده بودن، طاهر جعفرزاده، که من روی اینترنت خوندم، باشون تماس گرفتم، با ایشون هم موافقت کردن که یک گفتگویی از طریق سکایپ با هم داشته باشیم و این گفتگو دو سه روز پیش انجام شد و خدمتون تقدیم میکنیم. امیدوار هستم که دنباله این کار گرفته بشه و روزی درهای استادیوم های ورزشی به روی زنان ایران باز بشه. به گفتگوی من با آقای طاهر جعفرزاده از فلورانس توجه میفرمایید. سپاسگزارم آقای طاهر جعفرزاده که وقت خودتون رو دادید و از فلورانس ایتالیا با ما همراه هستید. تشکر آقای جعفرزاده. میدونید که به چه بهانه‌ای با هم صحبت میکنیم. مسابقات لیگ جهانی والیبال در شهر فلورانس برگزار شد در یک ماه گذشته و علاوه بر هیجانی که مسابقات داشت و درخشش تیم ملی ایران، یک جنگی هم در خارج از زمین فوتبال بود و اون هم تماشاگران و ایرانیان ساکن ایتالیا بودند که علیه کاری که در ایران داره میشه، اقدامی که جمهوری اسلامی برای تحقیر و کم داشت زنان انجام میده و ممانعت میکنه از اونها برای ورود به استادیوم های ورزشی، در مورد اون جنجال بسیاری شد که شما از اول شاهد این بودید و با اقداماتی که کردید حتی مقامات شهر فلورانس رو مجبور کردید که این کار جمهوری اسلامی رو تبیین کنه. اگر ممکنه موضوع رو خودتون جریان رو تعریف کنید و ببینید بگویید که چه اقداماتی کردید و نتیجه چه شد. من سعی میکنم یه مقدار خلاصه به شما بگم. قبل که ایران رایا کنه به ورد لیگ، یه سری باید بازیار میکرد تو داخل ایران و ایران یه تعهد داده بود به فدراسیون جهانی زمانی که تیمهای خارجی سر گروه خودش، یعنی لهستان، برزیل، ایتالیا، وقتی می رفتن اونجا باید در استادیوم باز میگردن به سوی زنان. بله، وقتی که اولین بازی با برزیل شد، ایرانی ها مسئول فدراسیون، ما میگیم مسئول فدراسیون و دولت ایرانه، نه شخص مخصوصی، اینا چیکار کردن؟ اول بازیکن‌ها با تماشاگرای برزیلی را، بعد زنان برزیلی را، بعد مردهای ایرانی. وقتی که به نوبه زنان رسید گفتیم متاسفانه شما نمیتونید بیاید.
زنها به عنوان مثل سرآمیز تظاهرات کردن، زنها را زدن و خیلی اینا را دستگیر کردن. به محضی که ما این خبر را دریافت کردیم، اولین کاری که کردیم یه زنگ را به یه نماینده مجلس و خواستم از باش صحبت کنم. دوم چهار تا نامه فرستادیم، یه دونه به رئیس فدراسیون جهانی، دو رئیس فدراسیون ایتالیا را که در ایتالیا برقرار بوده، سه کامی کمیته المپیک ایتالیا، سه چهار مسئول ارگانیزاسیون مال توسکان که مرکزش فلورانس باشه، خواستیم یه پوزیسیون بگیرن در مقابل اینا. اوکی، اینا شون 13 روز قبل از بازی این کار کرده، یعنی 3 لولی ها کرده، بازی 16 لولی ها شروع شد، امروز ما 23 لولی ها هستیم، یعنی 8 روز پیش بازی تموم شد. چی کار کرده؟ تا روز 15 لولی ها هیچ دریافتی نکرده، چند بار تلفن زدیم فدراسیون جهانی و فدراسیون ایتالیایی، جواب نشدیم. خواستم از سناتور کشورمون یه نامه بنویسه به دولت ایتالیا و ازش تقاضا کنه چطور شد به ما یک جوابی ندادن در مقابل این برنامه. سوم اینکه ما سریع زنگ زدیم به اونایی که تو توسکان، گفتیم گوش کن، ما خیلی خوشحالیم که برنامه تو توسکان و شهر فلورانس برنامه و شهر فلورانس شهر بسیار دموکراتیکه، و دیدیم که تمام بازی ها تو یک استادیوم برگزار میشه به عنوان نلسون ماندلا، تا جایی که ما میدونیم نلسون ماندلا در اره لاپارتای بود، بل آپارتایی که وجود داره تو ایران این همونه، به خاطر نمیتونید یا باید اسم نلسون ماندلا بردارید و کارتون را ادامه بدید و ما میدونیم فلورانسیا چجور فکر میکنه راجع به آپارتای جدیدی که تو ایران وجود داره، یا نه باید با همدیگه صحبتایی بکنیم. خوشبختانه روز بعدش با ماشین رفتیم فلورانس، ما نزدیک ونیز زندگی میکنیم، میخواستم به شما توضیح بدم، نه تو فلورانس. ما روز صبح زود رفتیم فلورانس، خوشبختانه یه برخوردی داشتیم با مسئول شهرداری، رئیس شهرداری و مسئول ورزش شهرداری و مسئول ورزش. گفتیم تمام برنامه رو توضیح دادیم و خواستیم از اونها یه پوزیشن بگیرن. اونا گفتیم 100% ما محکوم میکنیم و از اینا خواسته بودیم اگه میتونن از تمام بازیکنان 100% ایرانی نمیبندن. بازیکنان یه بازوبندی به عنوان نماد برابری زن و مرد بزنن، برای اینکه ایران همه چیز رو سانسور میکنه ولی بازیکنان رو نمیتونه سانسور کنه. اونا گفتن ما نمیتونیم این کار رو کنیم، ما میخواییم از فدراسیون، فدراسیون هم دونست این برنامه رو. بعد اینا روز بعد تو شهرداری فلورانس برای اولین بار اپوزیسیون و اونایی که تو قدرت بودن محکوم کردن این رفتار آپارتایدی ایران در مقابل زنان، و این اینا روز تولد نلسون ماندلا، یعنی دو روز بعد، یعنی 18 اِیلول، چون استادیوم خیلی بزرگی بود برای نلسون ماندلا، اینو خوندن، یعنی که کشور اینو شنیدن. اینا بعد یه بازیکن دیگه هم هست، اون همون مفسر این برنامه بود، آقای اندره لوکتا. اندره لوکتا یکی از بزرگترین بازیکن‌های والیبالیست دنیا است و نزدیک شهر ما زندگی میکنه، تقریبا 50 کیلومتر شهر. ازش خواستن به عنوان سازمان حقوق بشر نداده، گفتن تو قهرمان بودی تو والیبال، ما دوست داشتیم راجع به اینم صحبت کنی، شرایط زن اینجوریه، زن فقط میخواد بره بازی رو ببینه، چجور میتونی 50% مردم ایران را راه ندی، یعنی حذف کنی از این ورزش. خوشبختانه بود تمام بازیایی که شد، تو تمام بازی ها آقای اندره لوکتا تو یه سرطانی هر دفعه ای از 15 تا 25 دقیقه راجع به شرایط زن ایران صحبت کرد. بعد قبل از اینکه بازی ایران و اولین بازی بود بین ایران و روسیه اگه اشتباه نکنم، آره ایران، ما با سازمان حقوق بشر با خیلی زنهای فلورانس یه دونه تظاهرات با همون پلاکارد نشون میداد، فقط یه چیز، عکس مرد برابر زنه، زن برابر مرده، به زبان فارسی هم نوشتیم برای اینکه ایتالیا میفهمیدن که همچین پروبلمی
تو ایران وجود داره و با صدای زبانی ایتالیایی به طوری می‌دادیم. ما هدف ما فقط بیشتر برابری است، نه بخاطر نه اومدیم اینجا شروع کنیم. چه دور زمانی که آپارتاید تو آفریقای شمالی بود، متاسفم که بازیکن‌های آفریقایی را راه نمی‌زد، بازی نمی‌ذاشتن بکنن. ولی ما برای علی بازیکن‌ها نیستیم. ما می‌خواهیم آپارتاید جنسی را از ایران برداریم. خب از مقامات شهر بالاخره به طور رسمی شما یک تقلیق نامه علیه جمهوری اسلامی گرفتید برای این عمل سناتور کشور. سناتور کشور بدونی که نامه شکایتی از دولت کرده بود و به اونا تلفن زد که نمیتونن این کار نکنن. بعدا فهمیدی که فدراسیون ایتالیا و فدراسیون کنی و فدراسیون اینترنسیونال میدونستن ایران از این برنامه آگاه شده، دیده که یه تصمیمایی دارن میگرن در مقابل ایران. یه روز قبل از 18 برای که برخورد فدراسیون جهانی با ایران روی 18 همین ما بود، یعنی تقریبا 5 روز قبل جمعه، مثل اینکه جمعه یک جلسه کمیته اجرایی لیگ جهانی والیبال یه جلسه‌ای در فلورانس داشت که به موضوعات لیگ جهانی میرسید و میگفتن یکی از موضوعات بسیار حساسی که باید در موردش صحبت میشد و پیش بینی میشد که صحبت خواهد شد همین ممانعت زنان ورود به استادیوم‌های ورزشی در ایران بود. حالا شما از این جلسه کمیته اجرایی لیگ جهانی والیبال در روز جمعه از نتیجهش خبری داریم؟ خبر داریم، ولی قبل از جمعه برگردیم یک روز عقب. یک روز قبل یعنی 17 مسئول فدراسیون ایران رفتم با فدراسیون صحبت کنن که ایران را به اون صورت تنبیه نکنن. 18 وقتی که با هم صحبت کردن رئیس فدراسیون جهانی آقای گرساو ازش خواستن برای ورودی ورلد لیگ مال 2015 فدراسیون جهانی یه نامه‌ای می‌فرستن واسه دولت ایران و فدراسیون ایران باید تصمیم بگیرن چه پوزیشنی می‌خوام بگیرن، اگه می‌خوام در باز کنم یا نه، اگه نمی‌خوام پوزیشن فدراسیون جهانی معلومه که ایران هم خواهد کرد. بسیار عالی و نتیجه کاراتون درخشان بوده، مثل نتیجه بازی تیم ملی ایران که خب متاسفانه مقام چهارم رو به دست آورد. با تمام این تشنج هایی که در بیرون زمین بود، بیرون زمین والیبال بود، خب مسلما روی روحیه بازیکن ها هم تاثیر میذاره، ولی از شما سپاسگزارم که کار و مشغلتون رو رها کردید و رفتید دنبال این کار و به نتیجه رسوندید. خیلی سپاسگزارم. من تشکر میکنم اول اینکه از شما، دومی که تشکر میکنم از مردم، میگم مردم بسیار مهربان ایتالیا. اگه ایتالیایی ها نبودن، اگه زنهای ایتالیا مال فلورانس نبودن، نماینده یه دونه نماینده مجلس ایتالیا اونجا بود، اگه اونا نبودن 100% و شهردار فلورانس و نایب شهردار و مسئول ورزش ما هیچ موقع نمیتونستیم این کار کنیم. برای اینکه حقوق بشر فکر کنم مربوط به تمام انسانیت و این با بازی را وقتی که متاسفم باید من بگم که تمام این بازی ایران هم تو ایران وقتی ایران گذاشتن اسم استادیوم ایران گذاشتن آزادی، بعد وقتی اینه که اینا هم نمیدونن معنی آزادی رو میفهمن یا نه، یا فقط اسمش رو گذاشتن. اینجا فکر کنم معنی آزادی رو میفهمن و به خاطر این به ما کمک بزرگی کردن، به ما یعنی به مردم ایران. به خاطر این من ایتالیایی رو دوست دارم و عاشق ایتالیا هستم و ایتالیایی هم ایران رو دوست دارن. و فراموش کردم یه چیز دیگه بگم که بازیکنهای تیم ملی ایتالیا یه دونه ویدیو درست کردن و از مربیشون بگیر به تمام بازیکنهای تیم ملی ایتالیا محکوم کردن این عمل رو، گفتن نمیتونن زن نیاد اینا. این زن یه آقای من یادم نمیاد اسمش، آقای مصطفی که این برنامه مصطفی خسروی آقای بچه خیلی خوبیه که این برنامه رو رفت انجام داد با بازیکنان.
این عمل بسیار ما میگیم چیریده انجام. ما تشکر از شما. سپاسگزار از شما و به قول ایتالیایی ها آری به درچی. خیلی ممنون که در لطف کردید و با ما صحبت. بینندگان گرامی، این بود برنامه این هفته ما. امیدوار هستم که مورد توجهتون واقع شده باشه. اگر که در طول هفته مایل هستید با ما تماس بگیرید، با آدرس اینترنتی زیر صفحه تلویزیون یا به صفحه فیسبوک ما از سان فرانسیسکو مراجعه کنید. طبق روال همیشگی قبل از اینکه بدرود بگم به شما، شایسته است که سپاسگزاری کنم از میهمانان این برنامه، کسانی که حاضر شدن با ما به گفتگو بنشینن. سرکار خانم سمینه باغچبان، آقای طاهر جعفرزاده، همچنین سپاسگزارم از همکاران خودم که هر هفته با کوشش فراوان من رو همراهی میکنن تا این برنامه تهیه بشه و تقدیمتون بشه، رامین کلانی و آیدا مظلومی. و در آخر ولی نکمتر سپاسگزارم از تلویزیون اندیشه و مدیریت این تلویزیون که بخش این برنامه رو برای ما میسر ساختن. تا هفته آینده به امید برنامه دیگر، بدرود.